هفته گذشته در پایان برنامه یک آگهی رو یا آگاهی نامه رو برای شما خواندم درباره اینکه چند گروه کرد ایرانی سخت شادمان شدن از اینکه در سوریه کردهای سوریه اعلام نیمچه استقلال کردند، دولت که مستقلی در داخل سوریه اعلام کردند و پایکوبان و دستفشان نسبت به این موضوع نگاه کردن، که البته به این معناست که اونها هم امیدوارن روزی در یک گوشی از ایران اونها هم بتوانند دولتکی دست و پا کنند و از پشتیبانی دولتهای خارجی هم برخوردار بشوند. سال هاست که در این سودا هستند، از زمانی که دولت ایالات متحده آمریکا دوران آقای بوش به عراق لشکر کشید، در جنگ دوم، در نه جنگ خلیج فارس بلکه در جنگی که برای برانداختن صدام حسین بود به بهانه یافتن جنگ افزارهای هسته‌ای که دروغ هم بود، از اون زمان این فیل قومگرایان در ایران سفر به هندوستان رفته و سودای استقلال و سودای ساختن فدرال‌های قومی یا گروه‌های یا دولتک‌های قومی داره. البته خیلی هم از این فراتر رفتن و امروز می‌خوام در درازای برنامه در این باره با شما گفتگو کنم. نیک آگاه هستید که در درازای تاریخ از توده مردم در زمین‌های گوناگون بهره برداری شده و هیچ چیز بیش از مذهب و دین در بهره برداری از ناآگاهی‌ها و غیرت‌های مردم یا تعصب‌های مردم، پیورزی‌های مردم در بهره‌گیری و برانگیختن اونها و دشمنی با یکدیگر سودمند نبوده. سالهای درازی است که شیعه و سنی برای چیزی که معلوم نیست، میراث دو عموزاده است، با هم می جنگند و یکدیگر رو می کشند و هر یکی هم گمان می کنه که او به بهشت یا به پیامبر اسلام یا به خداوند یا به حقانیت نزدیکتر است. مسلمان و مسیحی، مسلمان و یهود، یهودی و مسیحی و در میان تمام دین ها، همه دین های بزرگ جهان به ویژه دین های تک خدایی، این دو دشمنی ها رو سالهای درازی است پدیدار کردند. یکی از دیرمانده ترین یا دراز پاترین یا ماندگارترین جنگ های قومی در جهان، در جهان مدرن، جنگ ایرلند است میان طرفداران دولت بریتانیا که بیشتر پروتستان یا آنجلیکن هستند با ایرلندی هایی که کاتولیک هستند. هر دو هم مسیحی هستند، هر دو به یک پیامبر باور دارند، ولی سالیان درازی است که این جنگ قومی با جنگ مذهبی پیوند پیدا کرده. جنبه های طبقاتی و تاریخی و استعماری هم در اون درگیر هست، اما از راه این دین است که مردم رو به چالش با یکدیگر برانگیختند و این انگیزش مذهبی بسیار بسیار تواناست، بسیار نیرومنده. همین دوران 200 سال گذشته ایران، نیک بنگرید که پس از کشتار بابیان در دوران ناصرالدین شاه، کشتار بسیار دردناکی که از بابیان کردند، چگونه موضوع باب رو در جنبش مشروطه به یک بهانه‌ای تبدیل کردند برای دشمنی با مشروطه خواهان. هر کسی سر بلند می کرد و از مشروطه پشتیبانی می کرد، می گفتن او بابیست و باید ریخت او رو از بیان برد، باید به محله او رفت یا به خانه او رفت یا او رو از میان برد. به همه می گفتن بابی. البته برخی از اونها هم شاید بابی یا ازلی یا از این دست بودن، ولی به هر روی بهانه‌ای بود. در دعواهای سیاسی اون دوران چندین بار محله یهودی های تهران تاراج شد، در شهرهای دیگر هم اصلا معلوم نبود این یهودیان بخت برگشته بیشتر فقیر چرا باید تاوان یک درگیری سیاسی رو بدهند. اما از دین بهره برداری می شد و سالهای درازی است که بهره برداری شده برای برانگیختن مردم بدون آگاهی، توده نادان، چون بیشتر مردم به هر روی در این زمینه ها باید پذیرفت نادان هستند، ناآگاه هستند و اونها رو برمی انگیزند. ناصر خسرو داستانی رو بازگو میکنه، حالا بر روی تا چند اندازه درست یا نادرست باشه، که او به شهری وارد شده و در این شهر
دریافته که پس از ورود به شهر که موزهی که برپا داشته، کفشی که برپا داشته پاره شده و پیش پیردوزی در بازار رفته که این کفش رو بدوزد. در آغاز کار، در هنگامی که با این پیردوز بر سر دوختن این کفش رو درست کردن این موزهی که برپا داشته در حال گفتگو بوده، میبیند که بانگی از آن سوی بازار برخواسته و مردم به آن سوی میروند. پیندوس هم کار دکان خودش رو رها کرده به سوی آنجا دویده و پس از پاسی بازگشته با رختی خونین و ناصر خسرو از او پرسیده که چه بوده، چه شده، چه روی داده. پیندوس پاسخ داده که مردم آگاهی یافتند، یک رافضی، یک از دین برگشته به نام ناصر خسرو به این شهر وارد شده و ریختن در آن سر بازار او رو تکه تکه کردن. حالا یک آدم بخت برگشته ای رو گفته بودن ناصر خسرو. این ناصر خسرو هم اینجا، ناصر خسرو رافضی اسماعیلی هم در این سوی بازار است. او از پیر دوزی موزه خودش، کفش خودش پشیمان می شود، کفش رو بر می داره و با تندی شهر رو رها می کنه. در این باره ده خدا هم میگوید دست خود به خون بیگناه شویند، سپس آن سگ پدر چه کرده بود گویند. یعنی مردم رو برمی انگیختند در این دشمنی ها. اصلا این نوع دشمنی برانگیزی ها بخشی از فولکلور فرهنگی ما شده. میگویند دعوای نعمتی، حیدری، حیدری نعمتی، که برمیگردد به دو شخصیت تاریخی در ایران، پیروان اونها که در تبریز، در همدان، در شهرهای دیگر جنگ ها با هم می کردند. حتی در جریان عزاداری امام حسین دسته های عزادار به جان هم می افتادند، چون یکی از یک محله بود و دیگری از محله دیگری. پدرم تعریف می کرد در سلطان آباد عراق اونها حصار و قلعه با هم سر دسته سینه زنی و عزاداری جدل و رقابت داشتند. اینها برانگیختن نادانی های توده مردم برای سودای رهبری است. یعنی کسانی که بر بالای منبر نشستند، بزرگان دین هستند، بزرگان حالا دین در یک شهری هستند و استانی هستند و کشوری هستند و در جهان هستند، مردم رو برمی انگیزند برای دشمنی، چون بتوانند یا به قدرت برسند یا در قدرت باقی بمانند. این یک پدیده تاریخی ماندگار است در میان مردم جهان. هم امروز هم وجود داره، کمتر شده ولی همچنان وجود داره. در همین کشور ما، در همین جنگ خاورمیانه، جنگ مذهبی که در خاورمیانه برانگیخته شده، در همین بمبگذاری هایی که در کشورهای خاورمیانه انجام می شود از سوی اونهایی که با شیعیان دشمنی دارند و از سوی شیعیان در برابر اهل سنت، جنایاتی که به نام دین، دین مشترکی که دارند، علیه یکدیگر انجام میدن. اما در 2300 سال گذشته ما با یک فریبکاری دیگر هم در برانگیختن مردم در جنگ با یکدیگر روبرو بوده و هستیم، و اون پدیده ملیگرایی، قومگرایی و احساس کور ناسیونالیستی است، یا ناسیونالیسم کور است، که جنگ های بسیاری رو، خونریزی های بسیاری رو در اروپا و کشورهای دیگر جهان برانگیخته. در اروپا در درازای دو جنگ بزرگ که سودای اقتصادی پشت اونها بود ولی انگیزه های قومی و ملی رو وسیله قرار دادند، میلیون ها نفر از انسان ها پرپر شدند. دامنه این جنگ ها به ایران هم کشید. در جنگ جهانی یکم شاید یک چهارم جمعیت ایران به دلیل جنگ و قحطی از میان رفت. ایران شاید بیشتر از دیگر کشورهای درگیر شده در جنگ، ایران بیطرف شاید بیشتر از کشورهای درگیر شده از جنگ قربانی داد، بیان که درگیر در جنگ باشد. سودای درگیری های قومی و ملی اروپا رو در ایران از جمله پرداختند. در جنگ جهانی دوم کشور ما به اشغال سه دولت شوروی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا درآمد و برای نزدیک به 4 سال اندی کشور در اشغال اونها بود. همه اینها از جنگ های البته بنیاد اقتصادی داشت، اما جریان های قومی و ملی و احساس پیورزی های ملی رو
مبنای جنگ قرار داده بودند. آلمان برترین ملت هاست، به تمام جهان اعلام جنگ داده بود و میخواست که بر جهان چیره بشود و از کشتار یهودیان و کولی ها و چپی ها و بیدین ها و همجنسگرایان و خیلی های دیگر آغاز کرد و سپس به دنبال از میان بردن اتحاد جماهیر شوروی رفت و جنایاتی که در تمام این دوران در گرفت و کشتارهایی که شد. این جنگ قومی بنا بوده که در این دوران جدید به پایان رسیده باشد، یعنی مردم دریافته باشند که از راه قومگرایی، از راه ناسیونالیسم نمیتوان مردم رو به یک زندگی بهتر رساند و باید راهکارهای روابط بهتر میان مردم، میان دولت‌ها، میان ملت‌ها به وجود بیاید و به طور طبیعی هم در بسیاری از کشورها به وجود آمده. اما در پس این جنگ‌افروزی‌های دینی در این 30 سال گذشته، اندکی پس از آغاز جمهوری اسلامی، جریان‌های قومگرا در ایران تحت تأثیر جریان‌های بیرون از خاک ایران بالا گرفته و جالب اینجاست که بیشتر رهبران این گروه های ناسیونالیست قومی تواریش ها و رفقای سابق هستند. اونهایی که زمانی می گفتند جهان وطن هستیم، پرولتاریای جهان بناست با یک دیگر متحد بشوند، اینک برای ذره خاک اردبیل یا ارومیه با تواریش های پیشین کرد سر جنگ دارند و مردم رو هم برمی انگیزند به این نوع دشمنی ها. اگر در گذشته می گفتن فلانی بابیست باید با اونها جنگی، امروز در یک مسابقه فوتبال شعار می دهند مرگ بر فارس ها، یعنی دشمنی با فارس ها رو تبلیغ می کنند، نه با حکومت، با فارس ها، و این طرف هم دشمنی با اونها رو تبلیغ می کنه. اینها انگیزه های سیاسی در پشت داره، اینها به راستی برآمده از یک ستم نیست، چرا که این نوع ستم ها به راستی در ایران یک دروغ تاریخی بیش نمیتواند باشد. کشوری که 900 سال تا پیش از مشروطه دولت های اون اساسا ترک و ترکمان و اوغوز و اویغور و مغول و تاتار بودند، که نمیتوانند ادعا بکنند که 1000 سال از فارس ها دمار از روزگار ما در آوردند. اصلا دولت فارس تباری کمتر در ایران چیره بوده است. بگذاریم که اصولا فارس تبار بودن یک دروغ تاریخی بیش نیست، چون ملتی به نام فارس وجود ندارد. فارسی یک زبان است، ملتی پشت اون نخوابیده. آنهایی که خراسانی و فارس هستند می توانند یکی از اقوام و تیرها و تبارهای آمده به ایران یا ماندگار در ایران، باشنده ایران از میان اونها باشه. در همین خراسان بیش از 200 تیر و تبار غیر فارس زبان وجود دارد. بسیاری از مناطق شمال خراسان روستاهای ترک و ترک زبان و کرد تبار بسیار هستند، هزاره‌ای، و گروه های دیگری که در خراسان باشندند، در همین شیراز، در پیرامون شیراز، ایل قشقایی، عرب و گروه های دیگر در کنار مردم زندگی کردند. بارها شهر شیراز یا اصفهان به دست گروه های عشیره‌ای غیر فارس زبان تاراج شده و همه اینها در واقع یک نوع دروغ تاریخی است که گویا در درازای تاریخ یک ملت ساختگی به نام ملت فارس آمده و سرزمین های کش مردم و ملت های دیگر رو گرفته و امروز اینها باید پرچمداران بازگرداندن سرزمین های تاریخی خودشان باشند. من تردیدی ندارم که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در برانگیختن این دشمنی ها حتما نقش داره، کمک میکنه. بگذاریم از دستگاه های امنیتی کشورهای دیگر که پول برای این نوع چیزها خرج میکنن، اما با این رویدادهای عراق و سوریه، به ویژه پیدایش اقلیم مستقل کردستان به رهبری آقای بارزانی که یک رهبر ایلیست نه رهبر ملی و بهایی هم به دیگر گروه های کرد نمیدهد، به اونها هم میدان نخواهد داد و مستندهای زیادی درباره ستمی که اونها بر دیگران میکنند از جمله دیگر کردها بارها در رسانه ها منتشر شده، همچنین در رویدادهای سوریه این سودهای استقلال و سودهای ساختن دولتک و فدرال و غیره در ایران هم بالا گرفته. در خوزستان به سودهای نفت،
در کردستان، در سودای ایجاد کردستان بزرگ و در آذربایجان با کمک تاباریش‌های پیشین جمهوری آذربایجان و همچنین در اشقاباد و ترکمنستان و دیگر جاها. خیلی دردناک است این پدیده. شاید گمان کنید که من گزافه‌گویی می‌کنم هنگامی که از این برانگیختن دشمنی‌های قومی و ملی و زبانی در میان مردم ایران از سوی رهبران چپ سابق، چپ پیشین که حالا ناسیونالیست شدن، ناسیونالیسم دونک شدن، مانند خود الهام علیوف و که پدرش از رهبران حزب کمونیست آذربایجان بود و حالا ناسیونالیست دو آتشه شده، و یا آقای پوتین، اینهایی که با کاگبه کار میکردن و الان ناسیونالیست روس شدن. شاید شگفت‌آور باشه برای شما که در ایران هم ما با چنین پدیده‌هایی روبرو هستیم. اجازه بدهید که فرازهایی رو از برخی نوشته‌هایی که در این چند سال گذشته منتشر شده برای شما بخوانم. من نوشتاری در گمان می‌کنم 8 سال پیش منتشر کردم به نام جنگ افروزی قومی و پیامدهای هولناک آن. می‌توانید در اینترنت اون رو جستجو کنید و ببینید که من چندین سال پیش هشدار دادم درباره سربلند کردن این نوع دشمنی ها و جنگ افروزی ها با سودایی از میان بردن یگانگی ایران، و امروز هم باز هشدار میدم که در این سودا هستند که ایران هم مانند سوریه بشود. البته جمهوری اسلامی هم در این کار زینف است، سود میبرد. چرا؟ چون هشدار میدهد که اگر ما نباشیم، اگر امنیت و وحدت ملی رو ما حفظ نکنیم، ایران میتواند به سرنوشت عراق و افغانستان و سوریه بیفتد. در حالی که پیش از این که سر کله آقایان جمهوری اسلامی در ایران پیدا بشود، هیچ بخشی از خاک ایران در 100 سال گذشته از ایران جدا نشده بود. پیش از اون در جنگ های ایران و روس و در دوران ناصرالدین شاه چرا؟ ولی پس از اون بیشتر بخش ایران نه تنها جدا نشد، بلکه آمیزش بیشتری هم با هم پیدا کرد. ببینید چه میگویند. یک قطعنامه مشترک دادند، قطعنامه مشترک ملل بلوچ و عرب تبار ایران. این قطعنامه مشترک ملل بلوچ و عرب اهواز، این قطعنامه است، منتشر کردند. می نویسند گرفتاری ایران این است که از سال 1325 تا کنون. جالب، این تقویم خیلی جالبی است که این گرفتاری از 1125 آغاز می شود، یعنی پس از بیرون رفتن قوای شوروی از ایران. خط فکری رو می توانید در اینجا دریابید. اینا نمایندگان ملل محروم بلوچ و عرب اهوازن، ولی برمیگردن به دوران رفیق استالین و اشغال ایران، که از سال 1325 تا کنون ملت فارس با جمعیتی حدود 1/3 کل جمعیت ایران بر کل ایران حاکمیت ملی دارند. یعنی تا اون زمان نبوده، ولی از سال 1325 که ارتش رفقای اتحاد جماهیر شوروی سرانجام دست از سر خاک آذربایجان برداشت و تن به این داد که یک پارچگی ایران رو به هم نزند زیر فشار دولت ایالات متحده آمریکا و تهدیدهایی که شده بود، ایران زیر دست ملت فارس است. تا اون زمان نبوده، ولی از اون زمان ملت فارس شده، که اینها 1/3 جمعیت ایران هم هستند، بر کل ایران حاکمیت دارند و نتیجه آن ایرانی شده است که همکنون شاهد و ناظر بدون چون و چرای حکومت آپارتاید زبانی، ملی، فرهنگی و مذهبی در ایران می باشیم. یعنی مذهبی هم که در ایران چیره شده، این مذهب فارس است. این شیعی مذهب فارس است. آذربایجانی ها شیعه نیستند، اینها شیعه خودشونو دارند. این عرب، ملت عرب و اینها نیستند. خب اینا ببینید دروغ هایی است که پخش می کنند، با چه گستاخی تاریخ می سازند و با این برانگیختن احساس ناسیونالیستی دروغین، مردم بخت برگشته نادانی رو که یک زمانی با شعار فلانکس بابیز خون او رو بر زمین میریختند، فلانکس از دین برگشته است و رافضیست، میخواستن او رو بکشند، حالا با این سخن که فارس آمدند و خاک ما رو اشغال کردند، مردم رو به جان یکدیگر میاندازند.
یک نمونه دیگر رو برای شما بخوانم. به جای اینکه بنویسن همین آدم ها، به جای اینکه بنویسن که یکی از این گروه های بالا بلوچ که این دولت بریتانیا بود که آمد و در سودای استعماری خودش خاک کشورهای گوناگون رو تقسیم کرد و مردم رو در دو سوی مرزها جا داد تا با این جنگ افروزی، با این تفرقه بتواند چیرگی خودش رو حفظ کنه، به جای اینکه درباره استعمار بریتانیا سخن بگویند، میگویند امروز جنبش و مبارزات ملی ما ملت بلوچ با گذشت چندین ده از تقسیم جابرانه بلوچستان توسط حکومت قاجار بعد تازه‌ای به خود گرفته است. یعنی این حکومت توانای قاجار رفت و بلوچستان رو دوپاره کرد. این پیمان گولدسمیت رو میگویند که یک بریتانیایی، یک دیپلمات جنرال بریتانیایی تحمیل کرد، مرز کشید، خط کشید اونجا و گفت این طرف بلوچستان است، آن طرف هم بلوچستان، ولی یک طرف بلوچستان متعلق است به حکومت هند و این طرف هم مال شما ایرانی ها باشه. این رو قاجارها کردن. ببینید با تاریخ چه بازی هایی می کنند. ببینید از این فراتر می روند، با چه زبانی مردم رو می خوان بر بیانگیزن. این حزب استقلال آذربایجان جنوبی است، باز هم رهبرانش از ناسیونالیست شده های چپ پیشین هستند. میگوید ما را فقط به خاطر ترک بودنمان میکشند. یعنی در ایران رفتن سراغ آذربایجانی ها یا در تمام ایران جستجو میکنند ببینن کی ترک هست و اونها رو میکشند و این دشمنی با ترک هاست. این دولت جمهوری اسلامی یا دولت خودکامه در ایران نیست که مخالفان رو از هر زبان و آیین و پیشینه و تیره و تباری که باشد سرکوب میکنه و اگر دستش برسه میکشه، بلکه این فارس ها هستند که این آقایون و خانوم ها رو به دلیل ترک بودنشون میکشند. ما را فقط به خاطر ترک بودنمان میکشند. 80 سال است. ببینید دست کم این انصاف رو دارن، نمیگوین 1000 سال است، چون میدونن که تا زمان مشروطه، حالا البته ایشون 80 سال که میگن، این آقایون و خانوم ها منظورشون آغاز دولت رضا شاهه، چون مشروطه رو نمیتونن بگن، بیشتر رهبران مشروطه آذربایجانی بودن و جنبش مشروطه در تبریز در واقع میتوان گفت توانا شد، در تهران و تبریز، و بسیاری از نخبگان ناسیونالیسم ایرانی، ایجاد دولت ملت در ایران، دولت مدرن در ایران از آذربایجان و قفقاز برخواسته بودن. چه میکنن؟ میارن سر مازرا رو به دوره رضا شاه. این رضا شاه بود اصلا، رضا شاهی که همسری از خاندان قاجار داشته، از اون تیرو تبار، و خودش بلد بوده، تنها زبان خارجی که بلد بوده ترکی بوده. فیلمش هست که وقتی به ترکی رفته با آتا ترک صحبت میکنه بدون مترجم است. تا اندازه این زبان رو بلد بوده، این دشمن ترک ها بوده. این همه آذربایجانی هایی که در حکومت ایران درگیر بودند، اینها مهم نیست، ایشان و این پژوهشگران دروغ پرداز برای برانگیختن دشمنی در میان مردم چنین رواج میدهند. ما را فقط به خاطر ترک بودنمان میکشند. 80 سال است که شوونیزم فارس زبان ما را قدغن و سرزمین ما را اشغال کرده است. ببینید در قم 4 روزنامه به ترکی چاپ می شود، در قم، در دوران جمهوری اسلامی، در زمان محمد رضا شاه پهلوی رادیو به زبان آذربایجانی ترکی وجود داشت. یعنی پس از اینکه رادیو در 1919 آغاز به کار کرد، 6-7 سال بعد از اون اولین برنامه غیر فارسی که رادیو به اون پرداخت و بخش ترکی آغاز شد، رادیو برای مردم آذربایجان و مردم ترک زبان ایران بود. میگویند که حتما در اینجا تبلیغات میکردن. خب در رادیو فارسیش هم تبلیغات میکردن و سپس بخش کردی آغاز شد و ما حتی تلویزیون در دوران محمد رضا شاه به ترکی و کردی داشتیم. یعنی برنامه های ترکی و کردی بود. ولی میگویند خیر، ما میتوانیم دروغ بگیم، زبان ما را قدغن کردن. مدرسه هایی که به زبان ترکی در تبریز و شهرهای دیگر چه در دوران گذشته چه در دوران جمهوری اسلامی وجود داشته، روزنامه هایی که منتشر می شده، همه اینها دروغه.
این همه مردمی که همچنان زبان مادریشون ترکی است و این ترکی رو فراموش نکردن و زبان شیرین مادری خودشون رو سخن میگویند، اینها معلوم نیست از کجا توانستن در مقابل قدغن شدن زبان این همه زبان خودشون رو حفظ کنند، فرهنگ خودشون رو توانا کنند. کی فراموش میکند که در رادیو تلویزیون ایران چه در گذشته و حتی امروز آهنگ ها و ترانه های ترکی پخش میشده، کردی پخش میشده؟ کی میتواند انکار کند که امروز آقای شهرام ناظری نیمی از آهنگ های خودش رو به کردی میخواند و کسی او رو قدغن نکرده، جلو او رو به دلیل آهنگ کردی خواندن نگرفت؟ ولی دروغ رو میتوان گفت، مردم رو میتوان برانگیخت و دشمنی رو در میان مردم ایران دامن زد. دروغ پردازی برای برانگیختن دشمنی در میان مردم ایران. 80 سال است که فارس، که شوونیسم فارس سرمایه ما را تاراج کرده و به اصفهان و کرمان میبرد. یعنی فارس ها آمدن آذربایجان رو اشغال کردند، چون اینها ترکند، و سرمایه تبریز و اردبیل رو میبرند در کرمان و اصفهان و یزد و جاهای از این دست خرج میکنند. نه این است که نفت از خوزستان هزینه همه کارهای دولتی ایران رو میدهد؟ نه، سرمایه مردم تبریز است، اردبیل است، ارومیه است. حالا بگذاریم که ارومیه هم بر سرش خواهید دید اختلاف و دعواست که مال کدوم یکی از این دو گروه می باشد، کرد است یا دری. خب باز هم براتون بخونم از این نوع دروغ پردازی ها پایان نداره. و ببینید با چه زبانی این آدم هایی که اسم خودشون رو روشن فکر میگذارند، زمانی خیلی از اینها از پرولتاریا و از ناسیونالیسم، از فقدان ناسیونالیسم و جهان وطنی صحبت میکردند، مارکسیست بودن خیلی هاشون، هنوز هم هستند. حالا ببینید با چه زبانی مردم رو به جان هم میاندازند، از نادانی مردم مانند رهبران دینی بهره میگیرند. اگر رهبران دینی میگویند که عمر بود که با غلامش آمد و در رو به شکم فاطمه آبستن زد و فرزندش کشته شد، مرد، سقط جنین کرد، و این دروغ رو برای دشمنی با سه خلیفه نخست در میان توده عوام شیعی گسترش میدهند، اینها هم درباره فارس این حرف رو میزنند. هیچ تفاوت بنیادی میان اونها نیست. یکی بر منبر این دروغ ها رو میگوید و مردم رو علیه یکدیگر برمیانگیزد، دشمنی ها ایجاد میکند، خونریزی ایجاد میکند، و دیگری به نام ناسیونالیسم، به نام ترک بودن، به نام ستم فارس ها مردم بخت برگشته و نادانی رو وادار میکند که در یک مسابقه فوتبال فریاد بزنن مرگ بر فارس، که گویا بازی فوتبال بین دو تیم بازی بین فارس ها و ترک هاست. بگذاریم که در آخرین بازی فوتبال ایران که چند روز پیش برگزار شد، گل زننده ایران، دو گلی که بازیکن ایرانی زد، این فارس تبار نیست. برید تحقیق کنید ببینید که این آقای آزمون از کجاست. آزمون یا شاید اسمشم اشتباه میکنم، ولی تا اونجایی که سردار، تا اونجایی که من میدانم، از یک تیر و تبار غیر فارس زبان برخواسته. خب کار ندارم، این رو به عنوان نمونه خواستم بگم. بازم برای شما قسمت های دیگری رو بخوانم. این یکی از گروه های طرفدار رفع تبعیض از ملت ستمدیده ترکمن است. اینهایی که در دوران انقلاب مرکز فرهنگی درست کرده بودند و کارهایی رو که انجام دادن رو میدانید. سازمان آزادی بخش ترکمن صحرا. آزادی بخش هم یعنی که میخوان ترکمن صحرا از ایران جدا بشه. یا ترکمن صحرا آزادیق گوراماسی. این اسم گروهشون. این سازمان دفترش در اشخاباد. خب دیگه شما از همین ماجرا باید ببینید که از کجا برمیخیزه این دشمنی برانگیخته. ببینید این رو میگویم و به ترانه‌ای نگاه خواهیم کرد. ببینید تا چه اندازه با چه گستاخی به مردم دروغ میگن و مردم رو برمیانگیزن به دشمنی با یکدیگر به نام ملت، ملت سازی، قومگرایی، و هیچ واهمه ای از دروغ گفتن آشکار هم ندارن. این آخوندی که میرود منبر و با دروغ مردم رو
میفریبد، این پیشینه هزار ساله عوام فریبی داره، نهفته در این نوع رفتار است. اصلا بخشی از این خرافات پرستی و خرافات گستری است. اما این آقایون روشن فکرند به اصطلاح خودشون، اینا نخبگان گروه بودند و حالا به این منجلاب در غلطیدن. ببینید چه میگوید. میگوید که این جمهوری اسلامی رو میگوید، میگوید اینها نماینده ستم فارس های آریایی هم. جمهوری اسلامی، همین حکومتی که اگر جلوش رو نگرفته بودند زبان فارسی رو کنار میذاشت، عربی رو رواج میداد و هم امروز هم این همه واژه های عربی رو به فرهنگ ایرانی وارد کرده. آقای خامنه ای که در چند باری که امامت نماز جمعه تهران رو داشت، اول یک خطبه به عربی میخوان و سپس یک خطبه به فارسی. این آقایانی که افتخار میکنند که مرکز تمدنشون در نجف هست، اینها نماینده ستم ملت آریایی فارس هستند. ببینید تا چند اندازه به مردم دروغ میگن، اون هم در مورد حکومتی که همه اسامی افراد و بزرگانش و امامزاده هاش و امامانش عرب هست. اصلا شیفته اعراب هستن، اعراب متا شیعه، نه اعراب سنی. اونها عرب نیستن، اونها دشمن با عرب مسلمان بودن حتما از نظر اونها. ببینید چه میگوید. میگوید که این عبارتش اینه: این حکومت نامگذاری های کودکان ترکمان را محدود کرده و پدر کودک را چاره جز این نیست که نام هایی چون کوروش، خشایار، کامبیز، هومن و نام های ایرانی از این دست برای فرزندان خود برگزیده. ببینید تا چه حد وقاحت وجود داره که جمهوری اسلامی آمده در ترکمان صحرا گفته شما باید کوروش و کامبیز و داریوش و اردشیر نامگذاری کنید، نام هایی که در خود تهران هم پروانه ندارند خیلی ها انتخاب کنند، علی و اسقر و علی اکبر و حامد و چیزهایی از این دست رو انتخاب میکنند. میگه در ترکمن صحرا گفتن شما اسمای ترکی نمیتوانید داشته باشید که دروغ آشکار است، اسم بچهاتون رو باید کوروش و داریوش و کامبیز و خشایار رو از این دست بگذارید. آخه تا چه اندازه دروغ پردازی و برانگیختن مردم به دشمنی با یکدیگر. سخنی که آغاز کردم، این گروهی که اشاره کردم که اسمشون جنبش فدرال دموکرات آذربایجان است و بیشتر اونها از گروه های توده‌ای و راه کارگر و فدایی و از این دست آمدند، این آقای محمد آزادگر که یکی از مسئولین هیئت اجرایی این گروه بوده و از همین گروه های چپ بیرون آمده، در یک نامه سرگشاده به احزاب سازمان های کرد ایرانی مونها هشدار میده. ببینید این جنگ افروزی قومی رو به کجا دارن میرسانند. این تواریش پیشین طرفدار مخالف ناسیونالیست، طرفدار جهان وطن و امروز درباره وطن آذربایجان خودش با برانگیختن دشمنی در ایران، ببینید چه میرویسد و چه میگوید. میگوید حزب دموکرات کردستان چندین سال است که در روزنامه ارگان خود در کنار اخبار کردستان ارومیه را داخل کردستان به حساب می آورد. کموله نیز ماکو را شهری از کردستان به حساب آوردند. بعد با صدای بلند رگهای گردن کلوف شده در نوشته ارومیه و ماکوی و خوی و سلماس و چند شهر دیگر جز لاینفک آذربایجان هستند، نه جز لاینفک ایران. اینها جز لاینفک آذربایجان هستند. ای مردم ترک تبار آذربایجان، ترک زبان آذربایجان، به هوش و بیدار باشید. این فقط فارس ها نیستند که آمدند و خاک شما را اشغال کردند و دارای ثروت شما را میبرند، به یزد و اصفهان و کرمان خرج میکنند. این کرد ها هم، این کرد های نمک به حرام، این کرد هایی که آمدن و خاک ما رو اشغال کردن، بخشی از خاک ما رو، در نوشته های خودشون سلماس و ماکوب و خوی و ارومیه رو هم به حساب خودشون آوردن. خیر، اینها جزء خاک لاینفک آذربایجانه و شما مهمان در اینجا هستید. دوباره میخونم: ارومیه و ماکوب و خوی و سلماس و غیره جزء لاینفک آذربایجان هستید.
البته کردها در این شهرها بودند و اکنون نیز هستند و میهمان آذربایجانی ها می باشند و در کنار آنها زندگی می کنند. ببینید تا چند اندازه دشمنی رو رواج می دهد. نه اینکه گمان کنید این برادران پیشین، رفقای پیشین گروه های کرد، همین حزب دموکرات کردستان ایران که عضو سوسیالیسم بین المللی هم هستند، سوسیالیست بین المللی، کنگره سوسیالیسم بین المللی هستند، اینها دست از این رقابت برمی‌دارند. جواب میدن آقای هجری در کن، این جواب اون طرفه. جواب داده این روزنامه حزب دموکرات کردستان، آقای به نام رامبد لطفی پور از کادرهای بلندپایه این حزب جواب داده. چنان که میدانیم شهر ماکو همچون برخی دیگر از شهرهای کردستان مانند ارومیه، نقده، میاندواب، سلماس، نقده، میاندواب، سلماس و غیره و غیره، بافت جمعیتی آن از ترکیب دو ملت کرد و ترک به وجود آمده است. همچنان که جمعیت کرکوک در کردستان جنوبی را کرد و ترک و عرب تشکیل میدهد. اما واقعیت این است که کرکوک شهری کردستانی است. به هوش باشید، ما خون خواهیم ریخت اگر شما گمان کنید کرکوک چون عده‌ای ترک در اون زندگی میکنند، ترکمن و عرب زندگی میکنند، ما دست از یک وجب خاک کرکوک برخواهیم داشت. کرکوک مال ما کرداست، ایشون میگن. حالا داشت خودشون در کردستان ایرانن، ولی برای کردهای عراق هم دارن نسخه میپیچند. کرکوک شهر کردستانی است و به همین صورت ماکو، ارومیه، نقده، میاندواب، سلماس و غیر و غیره همه شهرهای کردستانی هستند. این واقعیت مناقشه بردار نیست. تظاهرات و قیام ملی اخیر کردها در ماکو سند غیرقابل انکار اثبات این واقعیت می باشد. این شهرها هرچند که ساکنان ترک زبان هم داشته باشند، اما سرزمین کرد هستند و ترک ها در آنجا مهمانند. این سکه ها رو در آغاز خلقت وقتی خداوند آدم و حوا رو به قول دینی ها خلق کرده، سکم زده، ماکو رو داده دست کردها، اردبیل رو داده دست ترک ها. اینجوری دارن با هم حرف میزنن. البته اونهایی که آذربایجانی ترک ناسیونالیست افراطی هستن میگن خیر، قباله محضری ارومیه و ماکو و شهرهای از این دست مال ماست. اونهایی که کردند میگن نه خیر، ما رفتیم در دفتر ثبت اسناد تاریخ اینها رو به نام کردها ثبت کردیم. اون ناسیونالیست های افراطی چپ پیشین امروز قومگرا شده میگویند کردها مهمان شهرهای ترکیه ما هستند. اونها میگویند خیر، شما ترکا مهمان شهرهای کرد ما هستید. از پیش اینها کرد بوده. حالا ببینید این دشمنی رو شما به قوچان ببرید، به خود تهران بیاورید که بخش بزرگی نزدیک به 1.5 میلیون از جمعیت تهران بزرگ ترک و کرد و غیر فارس زبان هستند، دست کم 1.5 میلیون و شاید هم بیشتر. این نوع دشمنی رو بیاورید در سرتاسر ایران با این زبانی که این به اصطلاح روشن فکران پیشین و به اصطلاح روشن فکران قومی برای برانگیختن جنگ قومی در ایران تبلیغ میکنند و به این میگویند مبارزه با تبعیض، در دورانی که تبعیض در ایران در برابر زن ایرانی، چه کرد باشد، چه شیرازی، چه اردبیلی، چه بلوچ، چه مسجد سلیمانی یکسان روا میشود. در زمانی که شما اگر شعر کردی در ستایش رهبر بگویید پاداش خواهید گرفت، ولی اگر سرودهی به فارسی در نقد به حکومت بگویید به زندان خواهید افتاد. اینها جنگ قومی رو در ایران تبلیغ می کنند. می گویند که این شهر و آن شهر مال ماست، اونا می گویند خیلی مال ماست و مردم به جان هم بیفتید، جنگ نعمتی حیدری به راه بیندازید، از یکدیگر بکشید. حتی سفارش می کنند با کردها تجارت نکنید. اونهایی که کرد هستن میگن به ترک ها زن ندهید. ببینید در یه جامعه مدرن چه ارزش های فرومایه رو دارن تبلیغ میکنن و اسم این رو گذاشتن ملتگرایی،
هویت ملی در یک کشوری که در درازای تاریخ در هم تنیده، آن هم کشوری که 900 سال حکومت‌های اونها ترک‌ها بودند، ترکمن‌ها بودند که فارس‌زبان هم شدند، از فرهنگ ایران و فرهنگ فارسی هم پشتیبانی کردند، شاهنامه بایسونقری در دوران تاتارها منتشر کردند، ستایش از فرهنگ ایرانی و شعر فارسی کردند با اینکه ترک زبان بودند، زبان مادری قاجاران ترکی بوده. ناصرالدین شاه خیلی وقتا افراد خیشاوند خودش رو به دربار دعوت میکرده برای اینکه بتواند به زبان مادریش که ترکی است با اونها حرف بزنه، و این پادشاه ایران بوده، ولی میگوند خیر، فارس ها آمدن اشغال کردن، خاک ما رو توبره کردن، و حالا فارس ها کافی نیست، دشمنی تنها با فارس ها کافی نیست، ما دشمنی میان کرد و ترک و بلوچ و عرب هم باید برانگیزیم. همین کار رو در خوزستان میکنن، میان بختیاری و عرب بر سر مالکیت خود مسجد سلیمان و شهرهای دیگر رو نفت آنجا باید دشمنی برانگیخت، مردم رو به جان هم میاندازند. و اینها آدمهایی هستند که نام روشن فکر رو یدک میکشند، پژوهش میکنند گاه در این بارها، خودشون رو مخالف و طرفدار مخالف استبداد و طرفدار حقوق بشر میدانند، دشمن حقوق بشرند. حقوق بشر که قومی نیست، حقوق بشر که آیینی و مذهبی نیست، حقوق بشر که با زبان تعیین نمی شود، حقوق بشر فرا قومی، فرا ملی، فرا زبانی، فرا آیینی است و فرا جنسی و جنسیتی. ولی اینها ببینید چه میگویند، اینها که من برای شما خواندم ساخته های خود من نیست، اینها در نوشته های اونهاست، من تنها بخش کوچکی از اونها رو برای شما خواندم، ببینید بیشتر از اینها برای شما بخوانم، ولی هنوز فرصت هست. دردناک در این دعوایی که وجود داره بین این احزاب برادر، گروه هایی که رهبرانش پیشتر با یکدیگر رفیق بودند، حالا رهبر گروه قومی شدند، این گونه به یکدیگر پیام میفرستند. این در روزنامه پیک کردستان است، به این شوونیست های ترک پاسخ میدند، میگویند هیچ کردی، اینا هم دیگه میگن شوونیست، نه اینکه من بگم، این کرد ناسیونالیست شوونیست با آن ترک آذربایجانی شوونیست به قول خودشون جواب میده، میگوید که هیچ کردی به خاطر هیچ کس و هیچ ملتی دست از هیچ وجبی از خاک کردستان بر نخواهد داشت، مادامی که در برابر دو امپراتوری ایران و عثمانی مقاومت کرده و موجودیت ملی خود را پاس داشته، ممکن نیست از این پس با تهدیدهای فردی چون فلان و فلان کس، اسم نمیارم، دست از یک ذره خاک کردستان بردارد. همچنان که از ادبیات سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران از قدیم تا به حال نمایان می‌گردد، از دیدگاه ما سرزمین کردستان شامل تمام شهرها، مناطق، روستاها، دشتها، کوها، البته رودخانه و چشمه و درخت و دره رو از قلم انداختن، من اضافه میکنم اینا رو هم بهشون میدم، که در تقسیمات کشوری استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی نامیده شدند، البته لورها رو فعلا انصاف داشتن حذف کردن، اونها همه کردن، اینا بخشی از خاک کردستان هست. ما یک وجب از خاک این کردستان رو به شما ترکا نخواهیم داد. این گونه در واقع برنامه ریزی برای ایجاد دشمنی میان مردم ایران میکنند. و امروز که در کردستان سوریه، کشوری ساختگی، کشوری که هیچگاه پیشینه و تاریخ ایران رو نداشته، کردهای سوریه در یک جنگ داخلی خونریزانه به راستی تصمیم گرفتند که دولت فدرال خودشون رو یا اعلام استقلال عملا بکنند، اینها برای ایران همین نسخه رو میپیچند. ما کردستان بزرگ داریم، یک وجب خاک اون درخت اون رو هم به ترک ها و فارس ها و بلوچ ها و عرب ها نخواهیم سپرد. بگذاریم که از همین قماش ناسیونالیست ها در میان عرب ها و بلوچ ها و ترک ها همین خط و نشان رو برای اونها میکشند. شما یک
لحظه تصور کنید که در شمال ایران، در پیرامون دریای مازندران، میان مردم گیلانی زبان، گیلکی زبان و مازندرانی، تبری زبان یا تپوری زبان، چنین درگیری به وجود بیاید که شهرهای میان اونها که مردم رفت آمد با یکدیگر دارند و بخوان درخت و رود و کوهش تقسیم کنند، بگن مال ماست. از بچگی نه، از زمان خلقت، هنگامی که آدم و حوا بودن، اینها رو تقسیم کردن. شرم بر این گونه روشن فکری باد، شرم بر این گونه روان ساختن دشمنی در میان مردم باد. ما با چنین گرفتاری در ایران روبرو هستیم، گرفتاری که سر اون تنها در دولت نیست، چه بسا که دستگاه امنیتی حکومت هم در این کارزار دشمنی سازی دست داره. ما به پایان برنامه رسیدیم. هفته آینده این گفتگو رو با شما دنبال خواهم کرد. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.